ایران امریکا رو ضربه فنی کرد و فینالیست شد. پیروزی مقتدرانه ایران مقابل تیم ملی کشتی آزاد امریکا در آوردگاه جام جهانی 2013. درسی که کشتیگیران ایران به امریکایی ها دادن، پیروزی 6-1 در جام جهانی. سالن آزادی تهران امشب جای سوزن انداختن نبود. سالنی که 12,000 نفر ظرفیت داره، بیش از 16,000 علاقه من به کشتی رو در خودش جای داده بود. هوادارانی که شاهد پیروزی های پی در پی ملی پوشانه کشورشون بودن. چراغ اول رو رحیمی کشتیگیر 55 کیلوگرم روشن کرد. ملی پوش کشورمون با انواع و اقسام فنها ساندرز امریکایی رو کلافه کرده بود. بارانداز برد به پل و این فیتل پیچ جانانه امتیاز عالی رو برای رحیمی به همراه داشت. 5-0، یک امتیاز یه بارانداز یه تمام میکنه کارو. با جانانه دستش بنام فرد پیروز بالا میره. در 60 مسعود اسماعیل پور هم با خاک و زیرگیری تونست اسکات دومین کشتیگیر امریکا رو شکست بده و حساب کار رو 2-0 کنه. در نهایت موفق میشه که اسکات گلمان رو شکست. در 66 نوبت به تقوی رسید. دلاور کشورمون هم با درخکن و به پل بردن متکالوف امریکایی 5 امتیاز گرفت. اوج تکنیک تقوی در کلینچ بود که برخلاف انتظار از متکالوف امتیاز گرفت و پیروز از تشک خارج شد. تنها باخت کشتی آزاد در 74 بود، جایی که عزت الله اکبری جوان کشورمون به جای صادق گودرزی به روی تشک اومد و مقابل جردن بروکس قهرمان جهان المپیک کاری از پیش نبرد. در 84 احسان لشکری با جان اسکرین سرشاخ شد. لشکری هم با زیرگیری درخکن به پل بردن کندکشتی و خاک به راحتی این حریف رو از پیش رو برداشت. در 96 حامد تاتاری با برگمن مبارزه کرد و با خاک و بارانداز تماشایی موفق شد نتیجه رو 5-1 به سود ایران کنه. با اجرای فن بارانداز از حریف خودش امتیاز بگیره. و سرانجام در 120 کیلوگرم کمیل قاسمی دلنگو نماینده سنگین وزن امریکا رو شکست داد. دلنگو در رده‌بندی المپیک هم به کمیل قاسمی باخته بود. با خاک میکنه حریف خودش، یک امتیاز میگیره. مازندران عزیز به مازندران کاشیدو جویباری های کاشیدو تبریز دستان بنامه. اما پیش از رویارویی ایران و امریکا، ملی پوشان کشورمون تونستن با مبارزه جانانه گرجستانی ها رو شگفت زده و اسیر تکنیک خودشون کنن. اما صبح امروز ملی پوشان کشورمون به راحتی ژاپن و بلغارستان رو هم شکست دادن. ژاپنی ها در تمامی 7 وزن شکست خوردن. بلغارستان هم 6-1 باخت. به این ترتیب ایران مقتدرانه به فینال رسید و فردا برای کسب مقام قهرمانی به مسافه روسیه میره.